به نام خدا. دوستان عزیزم سلام، میلاد گندمی هستم، مدرس فیزیک، با مبحث ترمودینامیک در کنار شما هستم. توی جلسه گذشته مفاهیم ترمودینامیک رو با هم مرور کردیم، خوندیم اونها رو و همچنین با انرژی درونی و تغییر اون آشنا شدیم. قانون اول ترمودینامیک رو هم با هم یاد گرفتیم. حالا می‌خوایم به بعضی از فرایندهای خاص بپردازیم. 4 تا فرایند خاص در کتاب درسیتون وجود داره که برای اینها یه تعداد رابطه وجود داره و یک سری نمودار. نسبت به سالهای گذشته روابطش به تعداد خیلی زیادشون حذف شده، روابط کمی باقی مونده. این کار رو برای بچه های سال دهمی که در سال تحصیلی 98-99 تحصیل میکنن کار رو راحت تر میکنه و قاعدتا نسلهای بعدی. ما شروع میکنیم یه جدولی رو با همدیگه پر میکنیم به همراه هم که این جدول برای 4 تا فرایند خاصه: هم حجم، هم فشار، هم دما و بیدر رو. روابط رو پوشش میده، روابط WQ و Δu. نمودارهاشون رو میخواییم با هم ببینیم، 3 دسته نمودار دارن و نهایتا نمونه آزمایش هاشو که توی امتحانات متداوله. یک نمونه آزمایش از فرایند هم فشار نام ببرید مثلا. میخوایم این جدول رو با هم دیگه پر کنیم و یک سری نکات مهم. از هم حجم شروع میکنیم. رابطه W ما میدونستیم که W برابر است با منفی P دلتا V. اینو اثبات کردیم تو ویدیو قبلی، اثبات کردیم. هم حجم یعنی V ثابت. اگر V ثابت باشه دلتا V میشه 0 و اگر دلتا وی صفر شه نتیجه‌ش این میشه که W صفره. در فرآیند هم حجم هیچ کاری انجام نمیشه، چون حجم گاز تغییر نمیکنه هیچ جابجایی هم رخ نمیده. جابجایی نباشه هیچ کاری اتفاق نمیافته. این از این. کیوشو فعلا رها کنید، بیاید سراغ تغییرات انرژی درونی. مگه رابطه دلتا یو طبق قانون اول ترمودینامیک نبود کیو به علاوه W؟ اگر W صفر باشه دلتا U یعنی تغییرات انرژی درونی در فرایند هم حجم همان Qه، همون گرمای مبادله شده میشه دلتا U چون W صفر شد. قاعدتا به جای Q هم میتونم بنویسم دلتا U. فرمول Q مستقیم داره که از کتابتون هست شده دیگه، منم نمیگم. در فرایند هم فشار W سر جای خودش هست، منفی P دلتا V. دیگه دلتا V صفر نیست. فشار هم که داریم، فشار ثابته ولی موجوده. این فرمول یک بار دیگه میگم که این P همواره مثبته، فشار مطلقه. دلتا V هر علامتی داشته باشه W قرینش میشه. دلتا V مثبت شه یعنی انبساط رخ بده W منفی میشه، تراکم رخ بده دلتا V منفی و W مثبت. تو ویدیو قبلی کار کردیم، ما هم دوباره مرور کردم این قسمت رو. دلتا U کماکان همون قانون اول ترمودینامیک براش پابرجاه، یعنی Q به علاوه W، نه Q صفره نه W. از Q فرمولی رو نمیتونم بهتون بگم، فقط میتونم بگم دلتا U منهای W. ترجیح میدم خط تیره بکشم چون کیو مستقیم رو حذف کردن فرمولش رو. خب ولی فرایند همدما، فرایند همدما قرار دما ثابت بمونه. کدوم یکی از این 3 تا کمیت بالا تأکید کردیم برای یک گاز کامل به دما وابسته است؟ دلتا U خاطرتون هست؟ پس اینجا می نویسم اگر T ثابت باشد دلتا T صفر میشه، نتیجهش چی میشه؟ دلتا U صفره. هیچ تغییر انرژی درونی نداریم. اگر دمای یک گاز کامل تغییر نکنه میانگین انرژی جنبشی ذراتش هم تغییر نمیکنه، پس انرژی درونیش ثابت میمونه و تغییراتش صفره. حالا فرمول W و دلتا U چگونه میشه؟ اینجا W رو میتونیم بنویسیم منفی P دلتا V. P ثابتی براش وجود نداره، P داره تغییر میکنه. اون در فرآیند همفشار P ثابته، میتونیم ازش از این رابطه استفاده کنیم.
روابط مستقیم این دوتا رو نداریم، فقط یه چیزی رو میدونیم، کیو قرینه دبلیوه و دبلیو هم قرینه کیوه. چرا این دوتا باید قرینه هم باشن؟ به خاطر اینکه جمعشون باید بشه صفر. دلتا یو جمع کیو و دبلیو، این دوتا قرینه هم. در فرآیند بیدر رو، فرآیند بیدر رو یعنی چی؟ اسم این سه تا فرآیند قبلی مشخص بود که یه کمیتی ثابته. بیدر رو یعنی چی؟ یعنی راه در روی وجود نداره. در رو برای کی؟ برای گرما. ما در فرآیند بیدر رو جلوتر توضیح میدم، اجازه مبادله گرما بین دستگاه و محیط رو بهشون نمیدیم. به دو روش میتونیم این کار رو انجام بدیم که تو این قسمت براتون مینویسم. یا فرایند رو خیلی سریع طی میکنیم، یعنی اصلا زمان کافی برای دستگاه قائل نمیشیم که بتونه گرماش رو با محیط مبادله کنه. یا دستگاه رو عایق بندی میکنیم. عایق بندی کردن جلوی تبادل گرما رو میگیره. پس شرط اولیه بیدرو اینه که کیو چند باشه؟ صفر باشه. هیچ تبادل گرمایی صورت نمیگیره. دلتا یو مگه نبود کیو به علاوه دبلیو؟ وقتی کیو صفره به تنهایی فقط میشه دبلیو و دبلیو هم فقط میشه دلتا یو. این از این، این روابطی که به نوعی شما باید یاد بگیرید، خاطرتون باشه و ازش استفاده بکنید. اما نمودارهاش به چه صورته؟ نمودار پی وی، فشار بر حسب حجم برای فرایند هم حجم. مگه قرار نیست حجم گاز ثابت بمونه؟ اگه قرار حجم ثابت بمونه، پس گاز باید در تک تک نقاطی که قرار داره حجمشون با هم ثابت باشه. پس یک خطی رو تشکیل میده که عمود بر محور ویه، چون ویش ثابته، یه وی مشخصیه. حالا گاز یا در حال افزایش فشاره یا در حال کاهش فشاره، یا به این سمت داره میره یا داره میاد پایین. درست شد؟ نکته ای که لازمه برای این فرایند بدونیم اینه، اگر من بنویسم پی وی مساوی ان آر تی، معادله حالت گازهای کامل رو بنویسم، زیر چیزایی که ثابته بگید من خط بکشم. ان آر که ثابته، آر ذاتاً ثابته، ان تعداد مول تو این فرایند تغییر نمی کنه. حجممون هم گفته ثابت باشه چون فرایند هم حجمه. یه پی اینورمون یه دونه تی اونور، نتیجه میگیریم پی و تی با هم رابطه مستقیم دارن، یعنی با زیاد شدنشون زیاد میشن، با کم شدن یکی دیگری هم کم میشه. میتونم اینجوری بنویسم پی متناسبه با تی. این خاطرتون باشه. میخوام برم نمودار وی تیشو اول بکشم. نمودار وی تی، وی محور عمودی میشه، تی محور افقی. خب از اونجایی که نمودار باز هم وی داره و وی ثابته، باید در تک تک مراحلش وی ثابت باشه. اینجا ثابت بودن وی یعنی عمود بر محور وی که عمودیه، پس خود نمودار میشه افقی. الان شما روی تک تک این نقاط حرکت کنید، حجمش یه عدد ثابتیه. حالا یا فرایند داره به سمت راست میره یا داره به سمت چپ میره. زمانی که داره به سمت راست میره تی داره زیاد میشه. بچه تی زیاد چه پی هم زیاد میشه، اینجا اثبات کردیم. زمانی که داره به سمت چپ میاد گاز، یعنی در حجم ثابت داره دماشو کاهش میده، پس فشارش هم کاهش پیدا میکنه. از اونجایی که گفتیم پی با تی متناسبه، میتونیم نمودار پی تیشو به این شکل بکشیم. نمودار پی بر حسب تی. وی نداره این نمودار، هیچ کدوم از محورها وی نیستن که نمودار رو عمود بر محور وی بکشم. اما پی و تی فهمیدیم با هم متناسبن. تناسبشون یعنی چی؟ یعنی که با هم زیاد میشن و با هم کم میشن. در انتهای فصل 4 اثبات کردم براتون که در حجم ثابت نمودار پی تی شیب نمودار با حجم جسم، با حجم گاز رابطه عکس داره. یعنی چی؟ یعنی اگه دوتا نمودار من بکشم برای دوتا گاز متفاوت، گاز آ و گاز بی، تک تکشون حجمشون ثابته، یعنی گاز آ در طی فرایندش حجمش ثابته، گاز بی هم حجمش ثابته،
اما حجم گاز آب با بی متفاوته. کدومشون حجمش بیشتره؟ میگم شیب آب بیشتر از شیب بیه دیگه. شیب رابطه عکس داره با حجم. پس حجم گاز آ کمتر از حجم گاز بیه. اونی که شیبش کمتره حجمش بیشتره. خب بریم سراغ نمودارهای همفشار. اول نمودار پی ویش رو رسم میکنیم. در نمودار پی وی اگه قرار باشه فشار ثابت باشه، باید عمود بر محور پی حرکت کنن. به این ترتیب. حالا یا حجمش زیاد میشه، انبساط هم فشار رخ میده، یا حجمش کم میشه، تراکم. بریم همین کار رو معادله حالت برای هم فشار انجام بدیم، ببینیم چه حالتهایی ممکنه رخ بده. پی وی مساوی NRT. بچه چیا ثابته؟ NR که ثابته، این بار پی ثابته، هم فشار دیگه. خب به نظر شما با افزایش حجم برای دما چه رخ میده؟ دما هم زیاد میشه و با کاهش حجم دما هم کم میشه. پس میتونیم بگیم در فشار ثابت حجم با دمای مطلق متناسبه. در نمودار پی تی باز هم باید بر محور تی بر محور پی عمود باشه. حالا یا دماش زیاد میشه یا کم میشه، که باز هم فهمیدیم الان دما اینجا زیاد شه مشابه اونیه که حجمش زیاد شه، چون حجم و دما با هم متناسبن. اما در نمودار وی تی دیگه هیچ کدوم از محورها فشار نیست که عمود بر اون محور بکشم، اما خوندیم وی با تی متناسبن با هم، پس با هم زیاد میشن یا با هم کم میشن. این برای گازی مثل گاز آ. گاز بی، الان گاز آ و گاز بی تک تک فشارشون ثابته، اما فشارهاشون با هم فرق میکنه. فشار کدوم بیشتره؟ باز هم خونده بودیم در پایان فصل 4 که شیب هر کمیتی با فشارش رابطه عکس داره در نمودار وی تی. الان شیب نمودار آ از شیب نمودار بی بیشتره، چون شیب آ بیشتر از بیه، پس فشار گاز آ کمتر از فشار گاز بیه. نمودارهای همدما، نمودار پی ویش رو آخر سر رسم میکنم، بذارم بمونه چون تی نداره آخر سر. اول پی تی رو ببینید. خب تی داریم توی نمودارمون، هم دمام هست، پس باید عمود بر محور تی باشه. حالا یا به سمت پایین میاد یا به سمت بالا. اینجا وی تی باز هم تی داریم، عمود بر محور تی، یا به سمت پایین یا به سمت بالا. اما پی وی، در رابطه پی وی مساوی ان آر تی که معادله حالت ماست، علاوه بر ان آر که همیشه ثابت بوده الان تو این روابطی که داریم میبینیم، تی هم ثابته چون همدماه. بچه وقتی تی ثابت باشه با کاهش فشار حجم زیاد میشه، چون جفتشون یه طرف معادلن. اگر فشار کم شه حجم باید زیاد بشه تا تساوی بین دو طرف برقرار بشه. پس با هم رابطه عکس دارن. رابطه عکس رو چجوری نمایش میدادیم؟ میگفتیم پی متناسبه با یک ویوم. این رابطه عکس دارن، رابطه عکس میشه که تابع هموگرافیک به این شکل. وقتی فشار کم شه حجم زیاد میشه، وقتی حجم کم شه فشار زیاد میشه. برای دو تا گاز آ و بی رسم میکنیم اینو. الان در گاز بی دما ثابته، در گاز آ هم دما ثابته، اما دمای کدوم بیشتره؟ خونده بودیم اون نموداری که از مبدأ دورتره دمای بیشتری داره، یعنی الان دمای گاز آ از دمای گاز بی بیشتره. اما فرایند بیدر رو، فرایند بیدر رو اینجا می نویسم که چگونه رخ میده، علل ایجادش، چه علتهایی ممکنه باعث ایجاد فرایند بیدر رو شه.
نکته مهمش این بود که کیو صفر دیگه، هیچ تبادل گرمایی بین دستگاه و محیط صورت نمیگیره. حالت اولش این که فرایند به قدری سری رخ بده که دستگاه فرصت مبادله گرما با محیط را نداشته باشد. حالت دومی که میتونیم فرآیند بیدر رو بسازیم این که دستگاه را عایق بندی کنیم. با عایق بندی اجازه تبادل گرما رو بین دستگاه و محیط ندیم. تنها نموداری که برای فرآیند بیدر رو رسم میشه نمودار پیویه. جالبه بدونید در فرآیند بیدر رو هر سه کمیت پی و وی و تی تغییر میکنن، یعنی هیچ کدوم ثابت نیستن. حالا به چه صورت تغییر میکنن؟ نمودارش شبیه نمودار پیویه، اما یه فرقی داره. فرقی زمانی مشخص میشه که با هم در یک نمودار رسم شن. دو تا نمودار منحنی کشیدم، جفتشون از یک فشار اولیه شروع شده کارشون، یه پی یکی شروع شده، یکیشون فشارش کمتر افت کرده، یکیشون بیشتر افت کرده. همیشه اون نموداری که در نمودار پیوی اونی که شیبش بیشتره بیدر روه، این که شیبش کمتره همدمانه. یعنی همدما فشارش افت میکنه اما فشار ثانویش عدد بزرگتریه، کمتر افت میکنه. مینویسم پی دو همدما، اینو مینویسم پی دو بیدر رو. چرا کمتر افت میکنه؟ ما در فرایند همدما دستگاه رو ایزوله نکردیم، عایق بندی نکردیم. وقتی حجمش رو زیاد میکنیم فشار کم میشه، ولی خیلی کم کاهش پیدا میکنه، چون اجازه داره با بیرون مبادله گرما بکنه. اما در فرایند بیدر رو اومدیم دستگاه رو ایزوله کردیم، عایق بندی کردیم، اجازه تبادل گرما بهش نمیدیم. پس افت فشار شدیدتره، نمیتونه از بیرون گرما دریافت کنه و کاهش فشارش رو نمیتونه جبران بکنه. اگر بخوایم تراکمش رو هم بکشیم، نمودار تراکمش رو هم، من اینو بالاتر میبرم، این انبساط بود. در طی این فرآیند حجم زیاد شد. حالا میخوایم یک گازی رو از یک فشار اولیه که پیه که متراکمش کنیم. باز همونی که شیبش بیشتره میشه بیدر رو، این بار بالایی شیبش بیشتره و این یکی میشه همدما. علتش رو یه بار دیگه توضیح میدم. چه در انبساط چه در تراکم، تغییرات فشاره فرایند بیدر رو از همدما در ازای یک تغییر حجم ثابت بیشتره. یعنی چی؟ من میخوام حجم رو از یه عددی کم کنم بکنم یه حجم دیگه. از دو تا طریق میتونم این کار انجام بدم، یکی فرایند همدما، یکی بیدر رو، دارم با هم مقایسهشو میکنم. راههای دیگه هم وجود داره، این دو تا فرایند خاص رو میخوام با هم مقایسه کنم. تو این کاهش حجم اگر از طریق فرایند همدما برم، وقتی حجم رو کم میکنم فشار زیاد میشه، درسته، ولی بخشی از رشد انرژیش رو به عنوان گرما میتونه بده بیرون، پس رشد فشارش کمتره. اما در فرآیند بیدر رو همونقدر حجم رو کم میکنم، چرا رشد فشار شدیدتره، فشار بیشتر افزایش پیدا میکنه؟ به خاطر اینکه نمیتونه انرژیشو به محیط بیرون بده، نمیتونه گرما آزاد کنه، کیوش صفره. پس همیشه تغییرات شیب نمودار بیدر رو از شیب نمودار همدما بیشتر. اینو به عنوان نکته مهم می نویسم. تفاوت نمودار پیوی برای
فرایندهای همدما و بیدررو. شیب نمودار بیدررو بیشتر از همدما است. این از تفاوتش. اما مثالهاش چند تا نمونه میخواییم از هر کنیم یه نمونه بگیم. از فرایند همحجم، شما تصور کنید یک مقدار گاز کامل درون یک سیلندر وجود داره و اون پیستون رو با پیچ از دو طرف بستیم، اجازه جابجایی پیستون رو نمیدیم، میایم شعله زیر این گاز روشن میکنیم، یعنی داریم بهش گرما میدیم، ببینیم چه اتفاقی میفته. در معادله حالتش PV مساوی NRT چیا ثابته، تعداد مول ثابته، R هم که ثابته، اجازه تغییر حجم رو به گاز ندادم، پس ویش هم ثابته. قبول دارید با دادن گرما فشار زیاد میشه، یعنی تی و پی با هم رابطه مستقیم دارن که اینجا بهش رسیده بودیم. پس اسم این فرایند چی میشه؟ میشه هم حجم و گرماگیر هم حجم، چون داره گرما از محیطش میگیره اما حجمش تغییر نمیکنه. مثالی که برای فرایند همفشار میخوام بزنم، این بار دیگه پیچ نبستم به پیستون و پیستون میتونه جا به جاشه. البته دو تا نکته وجود داره، یکی اینکه پیستون باید استیکاکش با طرفین سیلندر ناچیز باشه، نباید چیزی مانع حرکتش بشه. دومی که فرایند باید آهسته آهسته صورت بگیره تا اون شرایط حالت تعادل ترمودینامیکی که روی تخت قسمت‌های قبلی گفتم برقرار بشه. خب PV مساوی NRT. بچه‌ها NR که ثابته، فشاری که گاز داره احساس میکنه شامل فشارهای هوا و فشار خود ناشی از وزن پیستونه که این هم ثابته. حالا اگر شما بهش گرما بدید دماش بره بالا، حجمش هم زیاد میشه، گاز هول میده پیستون رو به سمت بالا، که اسم فرایند چی میشه؟ هم فشار انبساط، چون حجم زیاد شده، یا میتونیم بگیم گرماگیر که البته میگن انبساط هم فشار. فرایند بعدی به این شکله که روی پیستون یک ظرف گذاشتیم، میخوایم توش تعدادی تیله بندازیم، ساچمه های فلزی یا تیله. این ساچمه ها رو به آرامی باید بندازید، این رو آروم آروم دونه دونه. چرا این کار رو باید انجام بدیم؟ بریم معادله رو ببینیم. PV مساوی NRT. NR که ثابته، اگر به آرامی ساچمه ها رو بریزید، پس اینو حتما علامت میزنم که به آرامی ریخته شه. اگه به آرامی بریزید، به محض اینکه میخواد دماش تغییر بکنه میتونه با بیرون تبادل گرما بکنه و اون تغییر دماش رو خنثا بکنه. این در مقایسه با حالت بیدررو که گفتیم سریع رخ بده، وقتی سریع رخ میداد نمیتونست تبادل گرما بکنه، حالا میخوایم گرما مبادله کنه، پس اگر به آرام این کار انجام بدیم دما هم ثابت میمونه. حالا فشار حجم چه رابطه‌ای دارن؟ هر چقدر فشار بیشتر بشه حجم کمتر میشه. هر چقدر شما با ریختن ساچمه های فلزی روی این ظرف وزن این مجموعه رو بیشتر کنی، فشار بیشتر شه، پیستون پایین تر میاد و حجم گازش کاهش پیدا میکنه، بهش میگیم تراکم همدما. خب مدل بعدی، گاز درونه سیلندره، یه ظرفی هم داخلشه. دو تا حالت داره، یا ساچمه های فلزی رو خیلی سریع یه تعداد زیادی رو سریع روی ظرف اضافه کنید، یا اینکه نه، حتی اگر به آرامی اضافه کردید مجموعتون رو عایق بندی کنیم. عایق بندی باعث میشه که کیو چند بشه؟ صفر بشه، هیچ گرمایی مبادله نشه با بیرون. PV برابر است با NRT. اینجا دیگه فقط NR ثابته بچه ها. خب چه اتفاقی میفته؟ وقتی شما دارید ساچمه رو اضافه میکنید فشار داره رشد میکنه، فشار داره رشد میکنه، اما حجم کاهش پیدا میکنه، رشد فشار شدیدتره. اینو تو نمودار بیدررو هم دارید تو نشون دادم، رشد فشار شدیدتر از کاهش حجمه، پس دمای گاز اندکی افزایش پیدا میکنه. اینو بهش چی میگیم؟ میگیم تراکم بیدررو. برعکس اینم صادقه، شما میتونید به سرعت فشارش رو کم کنید،
فشار به سرعت کم میشه، افزایش حجم کمتره و دما هم کاهش پیدا میکنه مثل فشار. درست شد؟ حالا میخوایم تو تخته بعد یه تعداد از سوالات اینا رو حل بکنیم. خب بریم سراغ سه تا سوال از کتاب درسی. سوال اول، سوال شماره 4، از روی متن سوال میخونم. میگه نمودار پی وی گاز رقیق، وقتی میگه گاز رقیق یعنی گاز کامل، در شکل زیر نشان داده شده است. در این فرآیند با فرض آنکه انرژی درونی در نقطه 1 برابر 456 جول، نوشتم U1 456 و در نقطه 2 912 جول باشد، چقدر گرما مبادله شده بین محیط و دستگاه؟ آیا گاز گرما گرفته یا از دست داده؟ غالبا اگر کیو مثبت بشه گاز گرما گرفته و اگر منفی بشه گرما از دست داده. نکته این سوال چیه؟ نکته ای که به درد سوالهای بعدی هم میخوره و بسیار مهمه. توجه کنید، در نمودار پی وی، در نمودار فشار بر حسب حجم، یه ویژگی منحصر به فردی وجود داره. مساحت زیر نمودار برابر است با قدر مطلق کار. یعنی هر وقت شما مساحت زیر نمودار تا محور وی رو حساب کنید، معادل قدر مطلق یا اندازه کار. حالا کار کی مثبته؟ وقتی حجم کاهش پیدا کنه. کی منفیه؟ وقتی حجم افزایش پیدا کنه. با اینکه قبلا گفتم ولی یک بار دیگه می نویسم، هر وقت حجم افزایش پیدا کنه کار منفی میشه و هر وقت حجم کاهش پیدا کنه کار مثبت میشه. اما اگه بخوایم اینو حل بکنیم، ناکنید مساحت زیر نمودار میشه یک شکلی که زوزنقه خواهد بود. شروع میکنیم مساحت رو حساب کردن، استشو معادل قدر مطلق کار قرار میدم برابر است با این قاعدش چقدره؟ 2 اتمسفر. این قاعدش چقدره؟ 3 اتمسفر. ارتفاعش فاصله 1 تا 3 میشه 2. مجموع دو قاعده 2 به علاوه 3، 2 به علاوه 3 ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2. فقط یه ایراد وجود داره، این اتمسفر باید تبدیل بشه به به پاسکال. فرض میکنیم که هر یک اتمسفر 10 به توان 5 پاسکال باشه. اگه بخوام درست بنویسم 101300 پاسکال حدودن، من 10 به توان 5 میگیرم، یه 10 به توان 5 به خاطر اونا ضرب میشه. این هم لیتره، این هم باید بشه متر مکعب. تبدیل لیتر به متر مکعب هم ضرب در 10 به توان منفی 3. این کارو کردم که انرژیم، کارم جول به دست بیاد، استاندارد باشه. خب این دو با این دو ساده میشه، میشه 5 ضرب در 10 به توان 2. و از اونجایی که حجم داره چه اتفاقی میفته براش؟ از 1 تا 2 حجم داره زیاد میشه. چون حجم داره زیاد میشه W منفیه، پس از قدر مطلق بیرون میاد، W میشه منفی 500 جول. این شد W. خب آقا کیو رو از ما خواسته. مگه دلتا یو قانون اول ترمودینامیک نمیگفت کیو به علاوه W؟ من W حساب کردم، دلتا یو رو هم از U2 منهای U1 حساب میکنم و کیو رو نهایتا در رابطه به دست میارم. دلتا یو رو میتونم بذارم 912 منهای 456. 912 یعنی U2 منهای 456 مساویه کیو مجهول منه، به علاوه W میشه منهای 500. بچه 456 از 912 کم شد، دقیقاً بازم میشه 456 مساوی کیو منهای 500. پس کیو برابر میشه با 956 جول. بیان دیور جمع میشه. مثبت شد یا منفی شد؟ چون مثبت شد یعنی گاز گرما گرفته. این از سوال شماره 5. یه نمودار پی وی بازم. متن سوال رو میخونم. گازی مطابق شکل زیر از طریق مسیر A B C از حالت A به C میرود. گاز در این مسیر 90 جول گرما میگیرد، یعنی کیو
مسیر A B C مثبت 90 جوله. چرا مثبت؟ چون گرما گرفته و 70 جول کار انجام میدهد. W A B C میشه منفی 70 جول، کار داره انجام میده، انرژی از دست میده. الف، تغییر انرژی درونی گاز در مسیر A B C چقدره؟ پس دلتا U A B C رو طلب کرده از من که میشه Q A B C به علاوه W A B C. این دوتا رو با هم جمع کنیم میشه 20 جول. 20 جول افزایش پیدا کرده چون مثبت شده. قسمت به پرسیده اگر برای رسیدن به حالت C از فرایند از مسیر A D C بریم، به جای اینکه از A B C بریم از A D C بریم، کار انجام شده توسط گاز در مقایسه با A B C بیشتر خواهد بود یا کمتر؟ کار انجام شده توسط گاز، خوب گوش کنید، کار انجام شده توسط گاز، کاری که روی گاز انجام میشه W نام داره، کاری که گاز انجام میشه توسط گاز انجام شده اسمش چیه؟ W پریم، که ما میدونیم W پریم قرینه W. حالا اینجا رو دقت کنید، در مسیر ABC چه کاری انجام شد؟ از نکته قبل استفاده کنید. کاری که تو مسیر ABC انجام شد اگر بخوایم حسابش کنیم باید مساحت زیر ABC رو حساب کنیم. اما کاری که در مسیر ADC داره انجام میشه مساحت زیرش این میشه. ABC کل این میشه مساحتش، اما ADC همین هاشور کوچیک. پس قبول دارید S زیر A B C بزرگتر است از S زیر A D C. چون Sش بیشتره قدر مطلق کار A B C هم بزرگتر است از قدر مطلق کار A D C. تا اینجا درسته؟ خب من میدونم W ها منفیه تو جفتشون. چرا؟ مسیرهای A B و دی سی این دوتا مسیر هم حجمن، وقتی هم حجمن کارشون صفره، اینم هم همینطور. پس عملا کار برای بی سی و آدیه، درسته؟ تو بی سی و آدی هر جفتشون حجم داره زیاد میشه، وقتی حجم داره زیاد میشه پس W منفیه، وقتی W منفیه W پریم مثبته، اینا قرینه همن. من میتونم قدر مطلقا رو وردارم، درسته منفیه، به جاشون W پریم بذارم، نتیجه چی میشه؟ W پریم ABC بزرگتر از W پریم ADC. دیگه قدر مطلق هم نمیخواد چون W پریم ها مثبتن. یعنی کاری که تو مسیر ABC توسط گاز روی محیطش انجام شده از کاری که توی ADC انجام شده بیشتره. خب به عبارت ADC کمتره کارش. ادامه داده گفته گرمای داده شده به گاز بیشتر است یا کمتر؟ میگه تو همین دوتا مسیر ABC و ADC. حالا کیو ها رو با هم مقایسه کن. من میگم نقطه ابتدا Aه، نقطه انتها Cه، چه از B برم چه از مسیر پایین D برم. پس دلتا یوه A B C با دلتا U A D C برابره. اینو قبلا خونده بودیم که دلتا U به مسیر حرکت وابسته نیست، به نقاط شروع و انتها وابسته است. دلتا U هاشون با هم یکیه، پس حاصل جمع Q به علاوه W هاشون هم با هم یکیه. یعنی این Q ها مال A B C باشه، این W هم A B C، این یکی بشه A D C. به جای دلتا یو ها نوشتم کیو بعد دبلیو. حالا اگه قرار دبلیو آ بی سی از دبلیو آ دی سی بزرگتر باشه، این قرار از این بزرگتر باشه ولی مقدار منفی، پس قطعا کیوش هم بزرگتره. کیو آ بی سی از کیو آ دی سی بزرگتره. بذارید یه مثال عددی بزنم روش. مثلا ما فهمیدیم جفت اینا منفی هن دیگه، W ها منفی هن. این مثلا منفی 80، این منفی 100. مثال دارم میزنم، منفی 80 منفی 100. حالا اگر این باشه 200، 200 به علاوه منفی 100 میشه 100.
حاصل اونا هم باید بشه 100. پس باید چند باشه اینم؟ اینم باید 180 باشه. حالا چون این منفی بزرگتری از اینه، اینم باید مثبت بزرگتری از این باشه تا این رابطه تساوی برقرار باشه. در ادامه پرسیده اگر گاز را از مسیر خمیده از حالت سی به آ برگردونیم، میگه از این مسیر برگردیم، چقدر باید از آن انرژی بگیریم؟ بچه ها برای اینکه از آ به سی برسیم چقدر انرژی بهش دادیم؟ مثبت 20 جول. پس دلتا یو سی به آ، اینجا می نویسم دلتا یو سی آ میشه منفی 20 جول. قرینه‌ششون داریم بر میگردیم دیگه، باید گرما بگیریم، منفیش اینه مفهومش. آیا مسیر حرکت منحنی بودنش تأثیری میذاره توی محاسبات ما؟ اصلا. اگر از آ تا سی بهش 20 جول انرژی دادیم، پس اگر خواستیم از سی به آ برگردیم باید همون 20 جول ازش بگیریم. اما سوال شماره 6 سوال ترکیبیه بین فصل 5، فصل 1 و فصل 4. سوال جذابی میشه نه؟ میگه یک مکعب آلومینیومی توپر، مکعب بچه آلومینیومی توپره به ضلع 20 سانتی متر از 50 درجه سانتیگراد به 150 درجه در فشار متعارفه، این فشار ثابته، اینقدر پاسکال گرم میشود، یعنی تغییر دما داده. کار انجام شده توسط مکعب، بچه اینجا مکعب شما دستگاه شماست، نگفته کاری که روی مکعب روی دستگاه انجام شده، کاری که مکعب داره انجام میده توسط مکعب. پس W پریم رو میخواد، ما میریم W رو حساب میکنیم بعد آخرش قرینش میکنیم. تو کتاب درسیتون این اطلاعات رو ننوشته بچه، طبیعیه، به خاطر اینکه شما رو ارجاع داده به جدول هایی که تو فصل های قبلی وجود داره در کتاب درسی، میتونید اطلاعات رو استخراج کنید. من اگه کار رو میخوام حساب کنم در یک فرآیند همفشار باید از چه فرمولی برم؟ خوب دقت کنیم. W هست منفی P دلتا V. فشار رو به هم داده، دلتا V رو به هم نداده. هی تیکه تیکه نیازم عوض میشه. به صورت یک زنجیروار دارم میرم دنبال سرنخم. دلتا V رو میخوام دیگه. تغییر حجم. تغییر حجم شما رو یاد مبحث انبساط نمیندازه. برابر بود با V1 سه آلفا دلتا تتا، درسته؟ V1 سه آلفا دلتا تتا. خب V1شو چیکار کنم؟ میام حساب میکنم، میگم V1 برابر است با 20 ضرب در 20 ضرب در 20، مکعب هر ضلعش 20 سانتی متر، میشه 8000 سانتی متر مکعب که ضرب در 10 به توان منفی 6 میکنم، V1ش میشه 8 ضرب در 10 به توان منفی 3 متر مکعب. این شد حجم اولیش. آلفاش هم به هم داده که 23 ضرب در 10 به توان منفی 6. میام دلتا V رو حساب میکنم، در نتیجه دلتا V مساوی V1 شد 8 ضرب در 10 به توان منفی 3، 3 برابر آلفا 23 ضرب در 10 به توان منفی 6، دلتا تتا از 50 به 150 میشه 100 یا 10 به توان 2. اینو اگه بخوام حسابش بکنم 3 تا 23 تا میشه 69 تا 70 بگیرید، 8 7 تا 56 560 560 8 تا ازش کم کنید میشه 552، ضرب در این با این میشه منفی 4 با این میشه منفی 7 متر مکعب. این میشه تغییر حجمش. حالا فشار رو هم به هم داده، W برابر است با منفی فشارش گفته 101 ممیز 01 ضرب در 10 به توان 5 بگیر، ضرب در 552 ضرب در 10 به توان منفی 7. من اینا رو ضرب میکنم، حاصل 1 ممیز 01 ضرب در 552 میشه 500 و منفی که داره منفی که داره 557 و نیم حدودا
ضرب در 10 به توان منفی 2 که میشه 5.557. این شد W. W پریم چی میشه؟ میشه مثبت 5.575 جول. یعنی اینقدر کار انجام میشه توسط مکعب روی محیطش. اگر به ما از ما میپرسید که دلتا یوش چقدره، یعنی تغییر انرژی درونیشو میپرسید، تغییر انرژی درونی دلتا یو برابر بود با کیو به علاوه دبلیو، درسته؟ من دبلیوشو حساب کردم، این مراحل همه برای محاسبه دبلیو بود، تا اینجا دبلیوشو حساب کردم. برای دلتا یو اگر مجهول بود احتیاج داشتم به کیو. کیوشو چیکار میکردیم؟ کیوشو مینوشتیم MC دلتا تتا، درست شد؟ چون جامده دیگه، میتونیم براش MC تغییر دما داده. گرمای ویژه‌شو به همون میداد که من خودم اینجا دادم 900. دلتا تتاشو که به همون داده میمونه جرمش. جرمشو به همون نداده. جرمشو از فصل یک میتونستم استفاده کنم رووی بنویسم. اینو میتونید به عنوان تمرین حساب کنید. چگالیشو بهتون دادم، ضرب در حجمش میکنید میشه جرمش. جرمشو جایگذاری میکنید، کیوشو به دست میارید، کیوش رو با دبلیوی که حساب کردیم جمع میکنید، به دلتا یوش میرسید. پس این یه اگر، شما میتونید اینو خودتون یه بار دیگه حل بکنید. ما تو این قسمت فرآیندهای خاص رو خوندیم. تو ویدیو بعدی میریم سراغ چرخه‌های ترمودینامیکی و ماشین‌های گرمایی و یخچال. همراه ما باشید. خدا نگهدار.